ارتباط مستقیم. با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زدی مهرم در برنامه ارتباط مستقیم. الان نزدیک به 3 ماهه که خیزش سراسری در ایران برپا شده. جوانان ما به پا خواستن و حق خودشون رو میخوان، حق آزادی، اون چیزی که ازشون سلب شده گرفتن و نسل ها سوخته. حالا در این تحریم ها، در این گرفتاری ها، تعصبات، اعتراض ها و اعتصاب ها سر جای خودشه و روز به روز هم اوضاع بدتر و بدتر میشه برای از نظر امرار معاش، از نظر زندگی. مردم در سختی وحشتناکی هستن از نظر مالی و از نظر آزادی. به هر حال امیدواریم که هر چه زودتر بدون بیشتر از این خسارت کمتری بدیم و با امید به اینکه مشکلات به زودی برطرف بشن، ما هم در خارج از کشور داریم با هموطنان داخل کشور همراهی میکنیم. در خارج از کشور هموطنان ما با تظاهراتی که میکنن، با تماسایی که با دیپلمات ها و حکومت ها و پارلمان های خارجی میگیرن، همه اونا رو آگاه کردن که در ایران چه میگذره. و هموطنان ما در خارج از کشور به خاطر گرفتاری هایی که داخل کشور هموطنان دیگه‌مون دارن، اونا هم سعی میکنن که به اونا کمک مالی و از نظر پولی بتونن کمک بکنن که اونا گذران بکنن. به هر حال این وضعیت و مشکلات هست. در اینجا من خوشحالم که به اطلاع شما بینندگان گرامی برسونم که همراه من آقای دکتر فریدون رحمانی، استاد دانشگاه یورک هستن که بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر خوش آمدید. خوشحالم که دعوت کردید. ممنونم. آره. در خدمتتون. آقای دکتر شما سالهاست که در این شهر دارین زحمت میکشین، استاد دانشگاه یورک هستین و همینجوره نشون دادین که یک وطن پرستین و الان این رژیم باعث شده که اقلیت ها، مثلا من که مازندرانی ام و رگ ترکی هم دارم، با کردها و بلوچها و لورها و همینا احساس همبستگی بسیار نزدیکتری داشته باشیم، که یقینا این در شعارها هم پیداست. از کردستان تا تهران، از زاهدان تا تهران، جانم فدا ایران، همینا اصلا به همدیگه گره خوردن. خب مشکل اصلی ما الان حاکمانن که امیدواریم که اونا هم اثر را برداشته بشن. حالا در رابطه با کمکی که به هموطنانمون داریم میکنیم، شما هم یک فانریزینگ داشتید که ممکنه راجع به این فانریزینگ صحبت بکنید و یه توضیحات بدین؟ قبل از همه چی متشکرم که منو دعوت کردید و تشکر از هموطنان عزیزی که در اون برنامه بودن و همچنان همکاری میکنن و همکاری کردن. این فانرازینگ رو با همکاری دوستان کرد و غیر کرد از بخش‌های مختلف ایران ما اینو شروع کردیم. تجربه اولمون بود. حقیقتش اینه که ما خیلی پیغام‌ها و ایمیل‌ها و تلفن‌های زیادی به دوستان و بنده می‌شد که ما نیاز داریم و حتی در سطح دانشگاه یورک خیلی از دانشجوها می‌اومدن سراغم که یه حرکتی باید بشه و معتمدین و دوستان و اکتیویست ها، فعالین اجتماعی در تورنتو باید یه کاری بکنن و ما بتونیم بخش هایی از درد و رنج اون جوونا و خانواده هایی که عزیزانشون در زندانه یا در مسلخ کشتارگاه های جمهوری اسلامی جونشون از دست دادن، ما به نوعی به یاری این عزیزان بشتابیم. و این بود که ما این فانرایزینگ رو کردیم در رستوران پرژن پالاس دوست عزیزمون آقای سعید خان لطف کردن بدون هیچ هزینه ای. از اینجا تشکر میکنم از لطفشون. این رستوران رو در اختیار ما گذاشتن. دوستان خیلی زیادی همکاری کردن از بخش‌های مختلف، بدون اینکه بخوام اسمی را از دوستان ببرم، همه در قلب ما جا دارن و کمک کردن. ممنونم ازشون.
فانرزینگ خوبی بود. تقریبا در همون شب اول ما نزدیک 50,000 دلار جمع کردیم و همچنان بالا میره. دوستانی بودن از شرکت ها و سازمان های مختلف به ما زنگ زدن، اعتماد کردن، ممنونم. و این مبلغ همچنان بالا میره، امیدواریم به 80 یا به بالاتر هزار دلار برسه و این کارو ما ادامه خواهیم داد. الان کمک هم داریم میکنیم که مثلا این بخش از این پول یا همش به چه صورت فرستاده میشه؟ یعنی یه مرتب داره پول میرسه به اونا؟ متاسفانه ما داریم از یک کشوری صحبت میکنیم که همه چی A to Z تحت کنترلشه و چک میکنه. خیلی ها رو میگیرن متاسفانه به خاطر مثلا یک کمک انسانی. طرف مثلا یه مغازه داره، مغازه‌شو در اختیار مردم میذاره که بخشی از خوراکو مجانی به مردم بده، میان میبندن، میان اذیت میکنن، میگیرنشون. راه‌ها و کانال‌های ما زیادی داریم، دوستان همکار چه در اینجا و اونایی که در بیرون با ما ارتباط دارن، راه‌های خیلی خوبی رو داریم ما. کسی رو بوده که پدرش مثلا در شیراز زندگی میکنه، اینجا دانشجوه، هزینه دانشجویشو ما اینجا پرداخت کردیم، اونجا به معتمدین محلی دادن بدون اینکه بدون این پول کجا میره. از طریق کانال‌های مختلف به تک تک اون خانواده‌هایی که زیر فشارن، مغازه‌هایی که بسته شدن، کسایی که عزیزانشون از دست دادن. ما حتی قراره بخشایی رو کردیم و داریم میکنیم به اون خانواده‌هایی که به اصطلاح کسایی رو از دست دادن، ما بتونیم در حد 5 میلیون، 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان بر حسب نیاز و توانی که اونجا هست بچه‌ها بدن و از اون طریقای مختلفی که داریم پول رو برگردونیم به اون دوستان و عزیزان. یا مواد غذایی خریده میشه به خانواده ها داده میشه. خانواده ای با من تماس گرفتن غیر مستقیم که طرف صابخونه بیرونش کرده و چون همسر این خانواده کشته شده، پسرش تو زندانه و الان هیچ نونآوری رو ندارن. من با گریه کنان مشخصات این خانم رو گرفتم و سعی میکنیم از اون طریقی که هستش، اون از اون راههایی که هستش ما بتونیم این کمک رو بکنیم، دردمند کمک بکنیم. بله. الان بسیاری از این کسانی که اینجا هستن بازنشسته هستن یا اینکه خونه ای در ایران داشتن اجاره دادن، اینا پولاشون یه مقدار برمیگرده به اینجا، اما بیشترین تراکنش بانکی همین چیزاییه که ما هموطنان ما کمک میکنن به ایران. در سال میلیاردها دلار هموطنان ما در سراسر جهان دارن کمک میکنن. این کسانی که خارجی نشینن، به عبارت دیگه اینا بیخیال نیستن. همینا به نظر من یک ایران بزرگ در ابعاد جهانی، در به بزرگی یک جهان در همه جا درست کردن. این هموطنان خارج از ایرانمون دارن کمک میکنن، دلشون با ایرانه، چون میدونن که مردم دارن زحمت میکشن، چون میدونن که این دولت ستمگر داره زور میگه و دیگه وقتشه که بره. به اندازه کافی به مردم ظلم کرده، به اندازه کافی سرمایه های ملت رو چاپیدن بردن و این دیگه بس دیگه، غنیمت جنگی به حساب میارن. اصلا ملت و ملیگرایی و وطن واسه شون معنی نداره. خب اینا چیز جهانی فکر میکنن، در صورتی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرومه. هموطنت گرسنه است، سیستان و بلوچستان بزرگترین معدن طلا در اونجاست، گرسنگی دارن. اون وضع آموزش و پرورش و کلاساشو دیدین، اصلا چهار تا سنگی وحشتناکه. این حکومت باید بره، منطقی نیست، راه برگشت نیست. ولی تا وقتی که دارن مقاومت میکنن، هموطنان ما دارن اعتراض میکنن، باید بهشون کمک کرد. حالا نظر شما در مورد همبستگی کلی، چون در اون برنامه‌ای که شما داشتید فقط کردها که نبودن، که خیلی از همه اقوام بودن. خب این خودش همون که گفتم همبستگی ملی دیگه، عاشق همه شدیم ما. من فکر کنم همین احساسه. بله. دردی که مثلا واسه همون خدا نور لجهی و نمیدونم مال مهسا امینی که کرد بود، اون چیز اصلا انگار جزء خانواده ما. بله. سیستم آخوندی بیش از 12 قرن کارش تخریب
و تجزیه و جدا کردن ملت از هم بوده. بله. از جنگ های نعمتی و حیدری شیراز بگیرید تا زمانی که مغول رو را هدایت کردن و بزرگترین مدرسه علمی ایران رو در اون زمان در نزدیکی طاق کسرا و بغداد منهدم کردن. 3 میلیون کتاب رو اینا با کمک آخوندهای از حاکمان منطقه، با کمک چنگیز و مغول، 3 میلیون کتاب رو در دجله و فرات ریختن، به جوری که به نحوی که تاریخ این مطرح کرده که حتی رودخانه ها تا روزها این جوهر اون کتاب ها آب رو سیاه کرده بود. این تاریخ همچنان تکرار شده تا قرن 21 و به نظر من ملت ایران خیلی آگاه هستن، الان فهمیدن که عامل جدایی این تفکر کلیشه‌ای و نوع تعصبگونه تفسیر بله. اسلامیه که همه ما رو به جون هم انداخته بود و متاسفانه جدا کرده بود. یه عده رو به نام بهایی، یک عده رو به نام تزیه کر، یه عده به نام سنی، فاسد فل ارض، مفسد فل ارض، سنی، کمونیست، چپ، راست، همه رو از هم جدا کرد. و متاسفانه از بخشی استفاده میکرد از علیه دیگری تا اینکه همه رو به مسلخ کشتارگاه و به مسلخ فرار از وطن کشون. بیش از تنها حکومتی که تونسته بیش از 10% جمعیت امروزشو، بیش از 20% جمعیت اون زمان انقلاب رو به خارج مهاجرت بده و فاصله بندازه و اختلاف بین اقوام و گروه ها و تفکرات سیاسی بندازه، فقط و فقط جمهوری اسلامی بوده. تجزیه‌گر ما، جدا کننده ما، بحران آفرین ما، سیستم آخوندی جمهوری اسلامی، و این باید بره و خواهد رفت. تاریخشون تموم شده. جوانهای ما، جوانهایی که در سنین کمتر از 20 سال هستن، کسایی که هنوز پا به دانشگاه نذاشتن و اونایی که سالهای اول دانشگاهشونه و نزدیک 35-40% جمعیت ایرانه و هیچ نقشی هم در این انقلاب ننگین نداشتن، خوشبختانه به این نتیجه رسیدن که حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و اتحاد ملی این رمز پیروزی ماست. و من مطمئن هستم، من در دانشگاه یک درسایی رو که میدم سوای جامعه شناسی در واقع حقوق بشره در خاورمیانه و از جمله ایران و کشورهای اسلامی، ما با این به این نتیجه برسیم، نسل جوان ما به این نتیجه رسیده و ما نسل بالاتر و سنین بالای 50-60 ما بایستی باشون هم صدا و همراه بشیم. من اشک شوق داشتم وقتی که روز دوشنبه در پرژن پالاس دیدم تمام لایه‌های اجتماعی ایران با تمام افکار و تفاوت‌های فرهنگی، قومی، زبانی، دینی و حتی سیاسی و ایدئولوژیک کنار هم نشستیم. ما از سلطنت طلب و کمونیست و چپ و ملیگرا و اقلیت‌های قومی و مذهبی رو در کنار هم دیدیم، دست در دست هم و بدون هیچ نگرانی دست در جیب کردن و یاری دادن و همکاری کردن. ببینید، ما ایرانی ها جدا نیستیم. ترکیب جمعیتی و جغرافیایی ایران 3000 سال تاریخ داره، نه مثل عراق، نه مثل سوریه است. در بیشترین و بزرگترین شهر کردنشین ما در تهرانه. به نظر من ما میلیون ها کرد داریم در اصفهان و تهران و شیراز، و اینی که میان میگن که اینا جدایی خواهند تزیین، گروهی ممکنه باشه، عمدن این کارو میکنن، گروهی ممکنه باشه، حالا حق دموکراتیکشون باشه یا نیست، مجوریتی، جمعیت اکثریت قابل توجه کردها، من از طرف کردها دارم صحبت میکنم، ایرانی هستن، عاشق ایرانن، بخشی از ایرانن و نخواهند جدا نخواهند شد. بنده موافق نیستم به عنوان یک کرد ایرانی که مهاباد و سنندج جدا بشه. کردستان بیش از 20% جمعیت ایرانه. ما 3 میلیون کرد در خراسان داریم، من کرد در گیلان و مازندران، من دوستانی رو دارم که در تبریز ازدواج کردن و زندگی کردن. بنده کرد هستم، همسرم آذربایجانیه و در تهران بزرگ شده و ما تا
تا زمانی که حقوق بشر حقوق اقوام و ملیت ها و اقوام و زبان ها و فرهنگ ها به عنوان یک انسان مشترک داده بشه، حتی اون افغانی که 20 سال 30 سال اونجا داره جون میکنه و فرزندش اونجا به دنیا اومده، ما در یک کشوری مثل کانادا زندگی میکنیم به این زیبایی که بعد از 3 سال 4 سال شما همون حقوق برابر و حق سیتیزنشیپ رو میگیرید. متاسفانه در کشورهای اسلامی این مشکل هست، شما در عربستان، در کشورهای خلیجی، در هر کشور دیگه رو حتی انسان هم زبان و هم مذهب به عنوان برابر شناخته نمیشه و این کلیشه بایستی عوض شه، این کلیشه هزاره تعصب و جدایی و تفرقه. ما بایستی به این اصل برسیم، اصل زیبای حقوق بشر که در سال 1948 النور روزولت روی یونایتد نیشن سازمان ملل اینو آورده و همه دنیا رو به هم چسبونده. حقوق بشر یک حقوق جهانیه، یک حقوق طبیعیه و این رو ما بایستی اجرا بکنیم. خیلی جالبه که مثلا اولین حقوق بشر توسط کوروش بزرگ، خب توی اینترنت هم که میزنه The First Human Rights میاد سایرس رندر، یعنی منشور کوروش. این اولین حقوق بشر، اون وقت خود ایرانی ها در حال حاضر دارن واسه حقوق بشر مبارزه میکنن، کشوری که به صلاح اولین صادر کننده این منشور بوده و این نسل شیک پاسارگادی به قول مانو خدا بخشیان خدا بیامرز داره یک شگفت‌انگیز در تمام دنیا کار شگفت‌انگیز انجام میده. یه چیزی فوق‌العاده‌ایه که در دنیا بی‌نظیر بوده. زنها جلان، مردها هم پشت سرشونن، خب در کنار هم، چون اصلا صحبت مردسالاری و این حرفا نیست. این مردسالاری و این حرفا ایده مذهبیه که زن نصف مرده و حق و حقوقش و مثلا بچه ها مال مرده و به مادره نمیرسه، اصلا یه چیزای غیر انسانی و غیر اخلاقی و ضد بشری داره چیز میکنه. ولی حالا در همین رابطه که برگردیم به بحث اصلیمون که فان ریزینگ بود واسه جمع‌آوری اعانه و کمک واسه هموطنانمون، برای استانهای دیگه شما چه پیشنهادی پیش قدم میشید که مثلا از همه اقوام ما اینجا داریم، مازندرانی، گیلانی، سیستان، بلوچستان، فارس، ترک، خراسانی، از همه جا، کرد و بلوچی نفع، ما یک فراخوان فکر کنم داده بشه که همگی با همدیگه باشن مشترکن و همه پول چه یکی زیاد میزه یکی هم میده مهم نیست، همه با همدیگه بریزن توی یک دیگ یا یک ظرف یا مثل جعبه، بعد تقسیم بشه نسبت به جمعیتی که دارن که بتونن هموطنانمون یه مقداری کمک بکنن، سرپا باشن که این نهضت رو به امید خدا ادامه بدن. چه فکر میکنی واسه این فراخوان؟ من دو تا چیز تو ذهنم هستش، خب شما چون مطرح کردید و خدمتون عرض خواهم کرد. یکی قضیه خیلی فوری فوتی رب داره به فاین رایزینگ و یه چیزی دیگه هستش سیاسیه و میان مدت، اونم مطرح میکنم اگه اجازه بدید. اولا اینی که فرمودید، تمام ایران در الان تب و تاب انقلابه و خونوادایی هستند، چه در مرکز، چه در بلوچستان بخصوص و چه در خوزستان و حتی مناطق محرومی در آذربایجان غربی، چه آذری باشه چه کرد باشه، در مناطق خراسان، مناطق مختلف جنوب خراسان یا شمال خراسان و بخشای دیگه‌ای که الان مردم واقعا نیاز مالی و مبرم کمک دارن. حالا یک بخشی از نیازهایی که بهش میگن استراکچرال، این سیستم به وجود آورده، یه بخشی هم یا ساختاریه، یه بخشی هم مربوط به این مسئله است، انقلاب و مقطعیه و امیدوارم ظرف این دو سه ماه این رژیم ساخت بشه و بتونیم کمک های بنیادی اونجا داشته باشه. ولی در این مقطع وظیفه هر انسان شریف این جهانی و بخصوص ایرانی آزادی خواه و آزاداندیشه که بیاد دست به دست هم بدیم در شهرهای مختلف جهان، بخصوص در تورنتو که من با دوستان عزیز تورنتویی دارم صحبت میکنم، دست به دست هم بدیم و یه برنامه بزرگتری داشته باشیم. و اون اینه که ما یک کمیته رو درست میخوایم بکنیم از تمام شهرها و مناطق که اونجا محرومیت بیشتره و فشار بیشتره، از جمله بلوچستان و خوزستان و جاهای دیگه، لرستان و کردستان و کرمانشاه و اینا، هر بخشی رو یک نماینده داشته باشیم و بتونیم یک فان رایزینگ
کل ایران متحدانه و مشترکاً انجام بدیم و حتی در استانهای مختلف کانادا، در کبک و ونکوور و آلبرتا و حتی اونتاریو، شهرهای مختلفش از جمله اتاوا، اینو انجام بدیم، پولی رو جمع کنیم و بتونیم از راههایی رو که مشترکاً میشناسیم و امنه، بدون این که کسی در خطر باشه. مثلا خیلی کارا میشه کرد، اینی که شما به نونوایی محلتون بگید مثلا خواهرتون، برادرتون، اینو پولشو ما میدیم مجانی، یک ماه نون مردم، یک ماه اون نونوایی رو بخرید، هیچ مشکلی نداره. حد اکثر $2,000-$3,000 میشه. شما کل نونوایی محلتون رو بخرید. واقعا کسی که اینجا سالی $200,000، ما استاد دانشگاهمون بالای $200,000 حقوق دارن. من خواهش میکنم از این تریبون ازشون، در تظاهرات فقط 2 یا 3 یا 4 تا استاد بودن، 250 به بالا ما استاد دانشگاه داریم، هر کدومم بالای 150-200,000 دلار حقوقشونه. در سال $2,000 ما برای این فرزندان و دوستان اگه دونیت کنیم، کمک بکنیم، هر طریقی که خودتون میدید، نه از طریقی که من میگم، هر طریقی که خودتون سلام میدید در شهرتون. وظیفه ما الانه، فردا نیست، الان ما مردم به ما احتیاج داره، و الا در فردای آزاد ما مردمی سعادتمند خواهیم داشت مطمئنن، چون اون جوانا بایستی و اون زنان باید در رأس امور سیاسی باشند. مورد دوم اگه اجازه بفرمایید، خیلی حرف زدم، من نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، فقط این مورد، متاسفانه مردم ما، خوشبختانه مردم ما الان متحدن در داخل، فرقی بین آذربایجان و بلوچستان و کردستان، لرستان و گیلان، مازندران نیست. در اپوزیسیون خارج از کشور الان وقت دست به دست هم بدید. ما مسئولیت تاریخی داریم، ما مردم ایران داریم متحد میشیم، در خارجم نیاز هست به دست گروه های سیاسی و فعالین و هنرمندان و کسایی که سرشناسن. از داریوش عزیز خواهش میکنم این لیدرشیپ رو بگیره و کسای دیگه، اینا بایستی دست به دست هم بدن و واقعا پشتیبانی مردم رو به صورت متحد، جدای از تفکرات کلیشه‌ای سیاسی، حزبی، ایدئولوژیک. من یه چیزی رو با دوستان پیشنهاد کردم، از دوستانی که در دانشگاه هستن، فعالین بیرون، گفتم که به انگلیسی میگن مزو لول الایانس، یا یک اتحاد میانی از متخصصین و اساتید و صاحب نظران و متفکرین و حقوقدانان، بدون این که ما تقاضایی داشته باشیم در آینده سیاسی ایران دخالتی بکنیم، واقعا ادوایز و مشاوره بدیم به این سازمان ها و افرادی که در آینده میخوان نقشی رو داشته باشن. به نظر من یک لایه از تمام این متخصصین و روشنفکرین و فعالین، بخصوص زنان و مردانی که در این کشور را صاحب پیشه و نظر و فعالیت هستن، صاحب تریبون و صدا هستن، فریاد بی صدایان بشیم و در این حال صدای اونها رو به جاهای مختلف برسونیم، دست از دست هم بدیم و بتونیم مشاور حکومت آینده دموکراتیک باشیم. بله دقیقاً، یک کشوری که 1% جمعیت جهان داره و در این حال 9% سرمایه‌های مثلا کشور در مال دنیا رو 9% در ایرانه، ولی یک کشور فقیری شده. دلار 5000 بار، یا به عبارت دیگه پول ما 5000 بار بی ارزش‌تر شده، بیش از 5000 بار بی ارزش‌تر شده، همش در اثر عملکرد این بیکفایتی حاکمانه. دست از قدرت هم بر نمی‌دارن، ملت اینا رو نمی‌خواد، نمی‌خواد به چیه ملت بخوان حکومت بکنن دیگه، وقتی که نمی‌خوان می‌خوان روی جنازه ها حکومت بکنن، به خاطر اینکه اینا پول مفت دارن می‌بینن. میگم که ایرانو غنیمت جنگی حساب میکنن و میگیرن پخش و پلا میکنن. اینه که باید این حکومت غیر مردمی، غیر ملی، غیر ایرانی باید گورش رو گم کنه و از صفحه روزگار محو بشه. با امید آن روز، به هر حال در این حال باید به هموطنانمون در داخل ایران کمک بکنیم. همه همبسته هستیم واسه یک ایران آزاد و آباد و امیدواریم که به زودی شاهد اون باشیم و بتونیم که 10 میلیون نفری که تقریبا همشون رانده شدن از اونجا، وگرنه تو ایران میموندیم دیگه، به نوعی رانده شدیم از اونجا، برگردیم و بخشی از اونا رو بسازیم و با این تخصصا ایران بسیار زیبایی رو من پیش بینی میکنم. فقط اینا باید برن.
حالا خبرهای دیگه هم که باشه راجع به فانریزینگ و اینکه این اتحادیه، این همبستگی که بین فراخوانی که شما میدین که از هر استانی، خوزستان، همه اینا بیان جلو و همکاری بکنن، با ایمیل شما تماس بگیرن که بله من ایمیل و شماره تلفنمو در اختیار تلویزیون میذارم. ایمیل شخصیم هست rahmani@hotmail.com. یورکو متاسفانه نمیتونم استفاده بکنم. rahmani@hotmail.com. رحمانی با آی و اف آخرش، رحمانی فریدون که یک کلمه میشه، rahmani@hotmail.com. که باشه تماس بگیرن و تماس در همین ارتباط در خدمتشون هستم. من در ارتباط هستم با دوستان و فعالین کامیونیتی، هم برای فاندرایزینگ در کانادا و هم برای اینکه یک کانسل یا شورایی از متخصصین و فعالین کامیونیتی ما در تورنتو شروع خواهیم کرد و در کانادا، امیدوارم در شهرهای دیگه هم بشه، ما بتونیم به عنوان همفکر و همراه جلوگیری کنیم از جدایی و از خشونت بیشتر و جلوگیری کنیم از خشونت رژیم و دخالت‌های رژیم جمهوری اسلامی در تفرقه و نفاق بیشتر. بزرگترین ضربه که جمهوری اسلامی زده، نه فقط مالی و با احترامی که برای صحبت شما دارم، نه فقط دلار، متاسفانه اعتماد رو سلب کرده بین ایرانی‌ها و این اعتماد خوشحالم که برگشته و این ترس جمهوری اسلامیه که ما همه با هم هستیم و همه با همن در ایران. اینه که فرق و جدایی نیست، اونایی که دارن فرق و جدایی میکنن و اونایی که کلمه تجزیه و جدایی رو دارن استفاده میکنن. خواهش میکنم دل میلیون ها انسان رو نشکنید و ما با همیم. جمهوری اسلامی رو میخواد که ما با هم نباشیم، هستیم. بله دقیقاً همینطوره. وقتی یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک باشه، کسی میل به جدایی نداره. یک کشور چرا فقط بخشی از اینجا مال من باشه؟ تمام ایران مال منه. بعد امیدوارم که به اون درجه از شعور آگاهی منطقه برسه، مثل اروپایی‌ها که مرزها رو از بین خودشون برداشتن، این گستره بره تا ترکمنستان و تاجیکستان که سمرقند و بخارا اونجاست. دقیقاً. و اصلا زیباست که این کسانی که نوروز رو جشن میگیرن، یه فرهنگ مشترکی دارن، باید دقیقاً در کنار هم جشن میگیرن. یکی از بزرگترین جشن‌های دنیا هم جشن نوروزه که با اول بهار شروع میشه. آقای زرین مهر، من شما یادتون هست من اروپا زندگی میکردم، 11 سال در اتریش بودم، در اروپا و آلمان بودیم، اومدیم اینجا. من قبل از اروپای مشترک اونجا بودم، بعد از اروپای مشترک هم اونجا بودم. واقعا مرزها از بین رفته و این مرزها در خاورمیانه، خاورمیانه بزرگ، بخصوص ایران بزرگ باید برداشته بشه. من آرزوی من یه روزی همونجوری که از وین میرفتم لوکزمبورگ و آلمان و اتریش و فرانسه و انگلیس و دوباره برمیگشتم، یعنی 10 تا کشور رو بدون اینکه مرزبانی باشه، مرز باشه، با یک دلار، با یک واحد پولی یورو. قبلا شیلینگ بود، مارک بود، فرانک بود، همه اینا بود، همه اینا برداشته شد. از آرزوی من اینه از کابل تا استانبول و بغداد و تهران و شیراز و کردستان و آذربایجان، هر دو قسمت آذربایجان، از این طرف برو به قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و یک روزی ما شهروند کل خاورمیانه با یک پاسپورت و با یک ایدنتیتی، یک هویت، هویت منطقی برای بر اساس دموکراسی. آقای دکتر رحمانی، از شما سپاسگزاریم که اومدی. مرسی. و امیدواریم که در جشن ها کنار هم باشیم. جشن پیروزی. جشن پیروزی به امید خدا. و این کمک ها باید همچنان ادامه داشته باشه و فکر میکنم که همون رحمانی اف عجیم ات hotmail.com هم مردم سیز کردن و ممکنه اینجا بذارن که شما ببینن، با شما تماس بگیرن و ما هم مجله شهر، ما هم تلویزیون آی تی سی در خدمت شما ایم، در خدمت هموطنانیم که دارن یه کاری انجام میدن، ما اینا رو بازتاب میدیم و همه به اصطلاح میگیم که چه اتفاقاتی در خارج از کشور توسط هموطنانمون، هموطنان خیرخواه و وطن دوستمون انجام میشه. ممنونم از شما و هموطنان عزیز و همکارانتون.
ارتباط مستقیم.